سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدیم به انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's Misa and welcome back to 5 minute English. لطفاً دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو یادتون نره. خب بچه‌ها، امروز راجع به یکی از افعال پرکاربرد زبان انگلیسی arrive میخوام باهاتون صحبت بکنم. پس پرونانسیشن چجوریه؟ arrive شوه هستش صداش. خب we use arrive with at or in to talk about coming to. ما arrive رو معمولا با preposition at و in استفاده میکنیم برای اینکه نشون بدیم به یه جایی وارد شدن. که بچه ها 100% میتونه preposition، یعنی اینکه preposition داشته باشه 100% نیست، میتونیم توی سری جمله ها بدون preposition بیاریم، ولی اگر خواستیم preposition یا حرف اضافه شو بیاریم، حرف اضافه at و این هستش. مثلا we arrived at the art gallery just as it was closing. We arrived at the art gallery just as it was closing. ما رسیدیم به موزه نقاشی یا گالری نقاشی دقیقاً وقتی که داشت بسته میشد. Just as it was closing. دقیقاً وقتی که داشت بسته میشد. So we arrived at. I always arrive at college about half an hour before my class starts. I always arrive at the college or at college about half an hour before my class starts. من همیشه میرسم به کالج نیم ساعت قبل از اینکه کلاسام شروع بشه. این جمله خوبیه، میتونین ازش استفاده کنین. میتونی half an hour رو مثلا بگین که an hour before or 20 minutes before. هر مقدار قبل از کلاستون که میرین میتونین جملتون رو عوض بکنین. We arrived late. ما دیر رسیدیم. We arrived late. میبینیم بچه ها اینجا اصلا preposition نیومده، چون نگفته به کجا دیر رسیدیم، فقط گفته دیر رسیدیم. So we arrived late. این یه جمله خیلی خوب و پرکاربرده، میتونی ازش استفاده کنی. یا اگر بخوایم بگیم که زود رسیدی، بذارین تیکو پاک کنم، میخوام بگم زود رسیدی. You arrived early. زود رسیدی، دیر رسیدی. جمله خیلی خوب و پرکاربرده، سعی کنین حفظش بکنین. We arrived late. We arrived early. You arrived late. You arrived early. Number 4. What time does the plane arrive in New York? What time does the plane arrive in New York? هواپیما چه ساعتی میرسه به نیویورک؟ الان نگاه کنین، اینجا arrive این اومده، prepositionش این اومده. خیلی فرق نمیکنه اینو ات بگین، جفتش هم درسته. و آخرین جمله که خیلی جمله خوبیه، بازم میتونین حفظش بکنی و در رابطه با حالا دوستاتون خانوادتون استفاده کنین، چیه؟ Let me know you've arrived safely. Let me know you've arrived safely. به من خبر بده که در امن و امان رسیدی. مثلا دوستتون داره خونه شما میره، داره میره خونه شون، دم در که داریم باهاش خدافظی میکنیم، بهش بگین Let me know you've arrived safely. به من خبر بده که رسیدی خونه، منظور همونه. Let me know you've arrived home safely. باز اینجا هیچ پریپوزیشنی نداریم، این هم باز میتونه جمله خیلی خوب باشه که یادش بگیریم. Let me know هم چجوری تلفظ میکنیم؟ Let me know you've arrived safely. به من خبر بده که سالم و سلامت رسیدی خونه. اینم از 5 دقیقه امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. Till another 5 minute English. Take care, see you soon and bye bye.